سلام، امیدوارم که خوب باشید. من آرام هم اینجا کوکتل و اومدیم با رپ حواشی دیگه و میخوایم بررسی کنیم حواشی این چند روز اخیر رپ فارسی رو. اما قبل از هر چیزی یادتون باشه که اگه جدید هستین حتما کانال رو ساب کنید و اگه قبلا ساب کردید نگاه کنید که هنوز ساب باشید و اون زنگوله نوتیفیکیشن هم بزنید که از ویدیوها با خبر شید. اگه از ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید و به اشتراک بذارید. اگه حال نکردید دیسلایک کنید و دلیلش رو بنویسید. صحبت دیگه باقی نمیمونه، بریم که با هم ویدیو رو داشته باشیم. در ادامه داستانه که قبلا بود و برحال یه درگیری که وینا کمیشه داره با جیدال و برحال اون پست جیدال که گذاشته بود و خیلی فهم کردن دیسی و جوابی به وینا که و وینا کم گفته بود که صداش در اومد و این داستانا و خود جیدال هم اعلام کرده بود که دیس نیست. وینا دوباره یه استوری گذاشته توش، اینجوری نوشت: آقا استوری این گوسفند رو انقدر برا من فوروارد نکنید، واقعا من یهو قاطی میکنم میزنم زیر چارپایش، پای دار خفش میکنم. تو در حد یه پانچ تو ورسم هم نیستی چه برسه دیسترک. خب جالبی این داستان اینه، حالا حرفاشو زد به این شکل، جالبی این داستان اینه اگه در حد حتی پانچ نیست چرا انقدر داری براش استوری میذاری و چرا هر چی میشه داری با، یعنی هر کاری میکنه اصلا کاری بهت نداره یا به هر حال یه چیزی میگه این داستانا. یه بارم که غیر مستقیم یه چیزی میگه میگه در حد نیست. ما آخر نفهمیدی بعضی واقعا چیه و واقعا من اینجا فاز ویناکو درک نمیکنم. تو که همش داری یه حرکتی میکنی و هی استوری میذاری و این داستان ها، بعد الان میبینی در حد نیست. خب در حد نیست چرا انقدر استوری میذاری؟ مرجاکم یه سری استوری گذاشته نوشت: انگار تو زیر زمین هم داعشی داریم. دیدم یکی یه تتویی زده بود رو صورتش. آخ آخ، یادتون باشه خیلی وقتا افکار پوسیده و کدهای بردگی با مد روز رو به خوردتون میدن. بعدش هم نوشت: اعتقاد هر کسی درون اون فرد شکل میگیره، پس منوط به درون آدم هاست و زمانی که وارد حوزه نمایش بشه میشه افرادگرایی پرانتز داعش. خب من فکر میکنم منظورش تتو اللهیه که سعید دهقان روی صورتش زده و اینجوری حرفشو زده. خب نمیدونم، خودتون میتونید قضاوت کنید، اما بعد ببینیم که طرف چی بوده داستانش و چرا اینو زده. حالا دوست داشته بدن خودش بوده بزنه، حالا افرادگرایی یا چی دیگه اونو خودش میدونه و به هر حال هواداراش. بیگرس تی استوری اینجوری اعلام کرد: یعنی اینجوری بهت میگم که بری بهش بگی که بره بهش بگی همین 7-8 روزه کار جدیدش میاد. سنگرمنگر هم فایده نداره، توی تن و بدن و چش و چال همشون فرو میره. که نمیدونم، شاید همکاری داره با حسین یا چی نمیدونم، ولی خب خبر از کار جدیدی میده که قرار بیاد، امیدواریم بیاد و لذت ببریم. اما نوید سطر هم یه توییت یه سری تیکه انداخته بود به هر حال به اینا که این چند وقته هر کی میخواد آلبوم بده یه حواشی دورش ایجاد میشه و غیر مستقیم یه تیکه انداخت. تو این توییت نوشت: آلبومم با فارسی بیت مدتیه که آماده است، داریم روی حواشی انتشارش کار میکنیم، منتظر باشید. خب اینجوری تیکش رو ریز انداخت و بعد آلبومش بیاد ببینیم چه جوریه. اینم امیدواریم که بهتر کنه و حال کنیم. اما سینا سایتیه استوری که یکم اعتراضی بود نوشت: با این وضعیت فکر کنم واکسن زودتر از کارت ملی بیاد. خب این مدتو که ایران تحریمه به هر حال برای این دیگه خودتون میدونید دیگه، کارت ملی های هوشمند به هر حال چیپاش نیست و بعضی حتی 2-3 ساله که این پشتن تا کارت ملی بگیرن و این گونه اعتراض خوش سیناسایی اعلام کرد. دارا پایدار هم یه استوری گذاشت نوشت: آلبوم ماه آینده به صورت عمومی پخش خواهد شد، لطفا اگر توان خرید آلبوم را ندارید به هیچ عنوان از هیچ کانال تلگرامی گوش ندید. اگر دیدید که کسی آلبوم رو به صورت رایگان پخش کرد لطفا ریپورت کنید و هشتگ دوزی نکنید و زد. بعدش این مثل استوریا گذاشتن هم جیدال هم به هر حال خود عرفان که اونا رو میبینیم. اما قبلش خواهم یه توضیح بدم. خب واقعا این قشنگ نیست که کار یه نفر رو بدون اجازه میذارین، میری پول میدن میخرن خودشون بعد میان مجانی میذارن به اسم رسانه. آخه نمیدونم اینا که هر کسی پیج میزنه به چه اصلا رسمی رایه چه قانونی اینا رسانن و چیه داستانشون، همینجوری میان پخش میکنن. این چند وقته خب این مشکل ما هم داشتیم از روز اولی که اول قسمت بی پرده گرفتیم. خیلی ها اومدن گذاشتن، با خیلی ها صحبت کردیم، تگ کردن یا به هر حال لینک گذاشتن و پاک کردن و بعضی هم خیلی پررو مثلا طرف که آقا تو درآمد داری، به شما چی که من درآمد دارم یا ندارم.
کار خودمه، دارم زحمت میکشم، میتونم ازش درآمد داشته باشم، همچنین هر خواننده‌ای. به کسی ربطی نداره که یه رسانه میاد آقا تو هم برو زحمت بکش درآر، از محتوای من میخوای پول دراری، از دزدی میخوای پول دراری، و این تو آهنگا هم هست. خب ما خیلی جا رفتیم، خیلی از چنل ها رو بستیم، خیلی از چنل ها رو به هر حال ویدیو رو پاک کردیم به شکل های مختلف، بعضیا بسته شدن، با خیلی ها به لحن درست صحبت کردیم، به طرفی که آقا به چه اجازه گذاشتیم، یه لحن درست نیست، و خیلی راحت اینا رو ما با یه سری به هر حال حرکات که میفرستیم لینک رو برای اون به هر حال مرجعی که هست و میگیم این محتوای ماه و این برداشت ما، اونو به هر حال میبندیم. و خب یه صحبتی که بود، خیلی ها به ما میگفتن که آقا شما دارید بیشتر دیده میشی، مثلا مصاحبه بی پرده دو رو که با جی جی بود و فقط از یکی از این به هر حال پیجا که دوزی گذاشته بود 250,000 تا ویو خورده بود و خیلی ها میگفتن آقا خب برای تو هم خوبه میبینن. آره خیلی ها میبینن، اما بس اینجاست که باید فرهنگش جا بیفته، کسی اجازه نداره بذاره. و خب بچه ها پایدارم هر بین اونایی که به هر حال اینا رو گذاشتن دنبالش هم میبندن، ما هم تو سطح خودمون دنبال این کارا هستیم که هر کی از ما یا از بچه‌ها رو میذاره حتما پیگیری میکنیم و سعی میکنیم که پاک کنیم، یا حتی اگه بشه چنلشون رو ببندیم که از این کارا نکنن. بار اول معمولا پاک میشه، بار دوم سوم دیگه میره برای اینکه چنلشون بسته شه اگه این کارو باز بکنن، و این فرهنگ سازی میشه. و یه روزی امیدواریم که هیچ رسانه این کارو نکنه، البته رسانه نما این کارو نکنن، جا بیفته. پس اگه ما این کارا رو میکنیم برای اینکه بعدها این جا بیفته، گرچه که برای خودمون هم خوبه، ما بعد ویو از پیج خودمون بخوریم، نه ایکس و ایگرگ که میان ویدیو ما رو برمیدارن یا آهنگ بچه‌ها رو برمیدارن، همه جاش تگ خودشونو میزنن، بعدم دو قرتونیمشون هم باقیه. سلام بچه‌ها، تشکر خیلی بزرگ میخوام ازتون بکنم از طرف خودم و تیم، از کسایی که آلبومو خریدین، چون واقعا این اقلیتین، قدر خودتون رو بدونین، بدونین که فرق دارین با خیلی‌ها، چون یه سری هستن که نمیتونن بخرن آلبومو ولی اکثریت میتونن بخرن و دوستم دارن حالم میکنن گوشم میدن، ولی چون که میتونن میرن دزدی و مجانی میگیرن این کارو، و این هم توهین به ما، هم توهین به شما و تمام پیجای تلگرامی اینا که این کار دارن میکنن، دنبالشون هستیم، پیگرد قانونی داره. ولی ما کلا این کارو کردیم در این راستا که رابطه مخاطب و هنرمند رو مستقیم تر کنیم، چون اگه ما داریم میسازیم و شما کسی از این گوش میدیم، خب چرا مستقیم نباشه و ما نتونیم موزیکا رو به دستتون برسونیم. خلاصه که دمتون گرم، ولی خیلی بیشتر از اینم میگم، چون این سری واقعا دیگه مستقل کار کردیم، به کمک شما هم احتیاج داریم برای بچ، تا جایی که میتونین آلبومو استوری کنین، لینکاشو بذارین، خلاصه خبررسانی کنین راجبه، چون خودمون بودیم و خودمون این سری. و راجبه آلبوم چند تا چیز دیگه هم بگم. همین کسایی که منظور اینه که خیلی از ما ایرانی‌ها شاید قصد بدی هم نداریم، ولی عادت کردیم که موزیک و این چیزا رو مجانی بگیریم، ولی آیا مثلا این تابلو نقاشی باشه، یه خطاطی باشه، اثر هنری دیگه باشه، اصلا هیچ چیز لباس باشه، هنری هم نباشه، میری میدزدی کسی رو مثلا مغازه داروشون بره، شاید خیلیاتون میگین آره میدزدیدم، ولی خب اکثریتتون میگین نه. و اینم هم همونه، میدونید چی میگم، همون کاره. چون یه تیمی بالای یک سال زحمت کشیده و اگه حق حقوق خودتون بود، یه چیزی از خودتون بود که یکی میخواست و همینجوری میرفت مجانی برمیداشت، پدر مادرتون بود، مطمئنن شاکی میشد. سلام به همگی بچه، دم همه اونایی که آلبومو خریدن گرم، مرسی از حمایتتون، میبینم که ما رو تگ میکنین و پکیج آلبومو خریدین، کارتون درسته. بچه آلبوم الان روی اسپاتیفای هم هستش، میتونین روی اسپاتیفای، اپل میوزیک گوشش بکنین. و اینکه یه صحبت ریزی میخواستم دوباره بکنم با این دوستای پیجای زیرزمینی رپ و وبسایت هایی که دارن آهنگا رو بدون اجازه بچه ها پخش میکنن. واقعا دیگه شعور خودتون رو میرسونین دیگه، نهایت پایین بودن شعورتون رو و احترام نذاشتن به یه آرتیستی که این همه زحمت کشیده، یا آرتیستم نه، این همه آرتیست توی این آلبوم هستن. خب یه توییت اول از آیین بررسی میکنیم و حواشی دورش رو میبینیم. توییتی که آیین به این شکل گذاشته، نوشت به سمت راهیان نور که خب داشت تیکرم مینداخت به سهراب ام جی، و اینکه این تیزری که اومده از آهنگ ننال از کوروش، آرتا، سامان ویلسون و سهراب ام جی، که همونطور که میبینید خیلی شبیه به کاور آلبوم به هر حال جک بویز از تراویس اسکات که با خود جک بویز بود، حالا بحث جک بویز شد، ترک 6ش با تو دورو حتما گوش کنید، خیلی سم و بالا، اما خب خیلی شبیه و شبیه هم در اومدن. و یه نکته ای که هست میخوام بگم، چند بار دیگه هم گفتم، بعضیا فکر میکنن اینجوریه که مثلا خواننده زنگ میزنه آقا فلانی میخوام تیزر درست کنم، برو از رو فلانی اسکی کن تحویل بده، اونم میگه آقا اسکی در چه حد، اینجوری انقدر میشه، اونجوری انقدر بد بهش میدن، به طرف میگن، طرف میره درست میکنه، حالا ممکنه لایی بکشه و فلان اینا. حتی بعضی وقتا هم پیش میاد که میگه آقا من فلان سبکی میخوام. خب همونطور که میبینید توی تیزر و توی این به هر حال کاور آلبوم، یه سری آدم هستن که به هر حال کلاهایی دارن، که ماسکای دارن که سبز، و توی یه سری ماشین هستن، 4 تا ماشینام 4 تاست و خیلی شبیه نمیشه از این به هر حال چشم پوشی کرد. حالا
اینجا که شاید بعضیا فکر کنن که آقا آرتا اینا نمیدونستن، من گفتم شاید آرتا نمیدونستن، و رفتم دیدم پستی که خود ترابیس اسکات گذاشته رو آرتا لایک کرده و دیده، خب یعنی نمیدونم، یعنی یادش نبوده، شبیه نمیدونم چه اتفاقی افتاده این وسط، اما این خیلی شبیه و خب شبیه دیگه، شبیه در اومده. حالا نمیدونیم مقصر رو کی بدونیم، فکر میکنم بیشتر تقصیر کسایی که تیزر رو درست کردن و شاید خب بچه‌ها یادشون نبوده، تو ذهنشون نبوده، بعداً فهمیدن، نمیدونیم اینو، اما میریم تیزر رو میبینیم و برمیگردیم. پارسالیپ هم یه سری استوری گذاشته بود درباره اینکه چرا انقدر مگاهیت طول کشید، اونا رو با هم میبینیم. این ویدیو رو میذارم یه توضیح بدم راجع به اینکه آقا چرا داره دیر میاد. خیلی خیلیاتون میگی چرا 16 آگوست فلان بیسار اینا. ببینید موزیک ساخته شده بود خیلی وقت بود، ولی چون میخواستم حرفه‌ای تر بشه و میوزیک ویدیوش هم درست در بیاد و سورپرایز چیدو حال کنید، کلا یه کار قوی داشته باشیم، به خاطر همین طول کشید. از اون طرف ببینید یه موزیک وقتی میخواد بیاد، یه آرتیست حرفه‌ای که با لیبل داره و ریکورد لیبل داره و حرفه‌ای کار میکنه، اینجوری است که الان دیگه من مثل قدیما بخوام یه موزیکم بذارم توی تلگرام و شما گوش بدید و حالا مثلا یه تعدادی گوش کنن، دیگه الان فرق داره. به خاطر همین از ریز کارامون تا خیلی چیزای دیگه باید با خبر باشه منیجر، از همه اینا باید بدونن که داریم چی کار میکنیم، چه کاریو میتونیم بکنیم، چه کاریو نمیتونیم، به صلاحمون هست یا نیست، مثلا بهتره یا نه. به خاطر همین این مسائل هستش دیگه. خلاصه این تایمی هم که گذاشتیم برای پخش موزیک بهترین تایمی بود که میتونست این موزیک ویدیو به صورت همون دیگه. شما هم یکم صبر داشته باشید، خلاصه یه کار حرفه‌ای داره میاد که عشق کنید دیگه. ای خب این هفته فصل دوم یک ساعت با زیر زمین رو داشتیم که به هر حال به صورت تصویری شروع شده، خیلی باحال، من خیلی حال کردم. مهمون این هفتهشون دو نفر بودن، یعنی نجوا و سفیر، که نشستن و کلی حرف زدن با هم. فقط یکم کیفیت صداشون نسبت به هر حال به اون کارهایی که داشتن میکردن پایین بود، یه سر مشکل فنی داشت که امیدواریم بهتر بشه، اما در کل برنامه باحالی بود، حرفای باحالی توش زده شد. حتما برید، من لینکشون رو میذارم، ببینید و لذت ببرید. فقط یه صحبت میمونه و یک بحثی بود، سوالی شد از نجوا درباره اون درگیری که داشت با خشار اس آر و صحبتی که کردن. بچه‌ها گفتن که آقا هر کسی میاد یه آجوری میذاره و اینکه تو بیای منت بذاری اونا غلطه. حالا تو موضوع با نجوا خشار اس آر خب یکم زیاده روی کرد و خب عصبی شده بود، اما بحثی که هست، بحثی که میخوام بکنم، مثلا امید سفیر و اینا گفتن آقا هر کی آجر میذاره ما وظیفمون رو آهنگ بخونیم و اینا و داریم کارمون رو میکنیم، تاثیرمون رو میذاریم، اما نباید به هر حال حرکتی زده بشه و مثلا منت بذاری. از اون برم نجوا میگفتش که آقا نمونای خارجی از شما میبینید، میایید فارسیش انجام میدید، بعد میگید ما آوردیم. خب اولین چیزی که هست، هیچ وقت تو کارهایی که حالا خشیار یا بقیه کردن مثل بیت بتل و این حرفا نگفت که آقا بیت بتل رو کلا تو دنیا ما ابدا کردیم یا سمینار رو ما ابدا کردیم، بلکه میگفتش که آقا برای اولین بار فارسی شو، بارها هم گفته بود و خب اولین بار بود تو فارسی، دمش هم گرم، اوورد و یه سری کارها رو انجام داد. صحبتی که من دارم با این، من خودم خیلی با طرز فکر امیر و امید و نجوا هستم، اما یه بحثی که هست شاید بعضیا نبینن، بعضیا میان یه سری تاثیرات خیلی گنده میذارن، یه سری کارا رو میکنن که بعضی جرئت ندارن و این باعث میشه که بقیه هم وقتی اینو انجام دادن ببینن ای آقا اینجوری هم میشه، برن انجام بدن. مثلا اولین آهنگ سیاسی ایران و تورب بهمندی و حسین دادن، حالا کدومشون زودتر بود نمیدونم، اما بعد از اون بود که موجب آهنگای سیاسی اومد. مثلا اولین آلبوم ایران که هیچکس داد، بعد اون بقیه دیدن که آقا میشه آلبومم داد. مثلا اولین قافیه های چند سیلابی بچهای زد بازی بودن، سامون ویرسون و ام جی، که بقیه دیدن آقا اینجوری هم میشه رپ کرد. یا مثلا زمانی که من یادم تیک تاک اینا اومده بودن دیگه، همه هیپ هاپ میدونن دیگه، اون زمانا هر جور لباس بگی میپوشیدی چپ چپ نگاه میکردن، اما وقتی اینا اومدن خب این خیلی وقتی خیلی تبلیغ کردن و به هر حال دی سی بود اسپانسرشون و اینا، خیلی بیشتر باز شد و خیلی این دیده تو جامعه عوض شد، پس کار بزرگی کردن. و حالا اوکی نباید همش بیان منت بذارن، اما وقتی طرف میبینه که آقا کسی یادش نیست و همه دارن یه جور بهش نگاه میکنن که آقا تو کی، یعنی خب میاد میگه آقا من این کارو کردم. یه روز من مثلا همین الان سفیر خوش داره خیلی کارا بزرگی میکنه، داره مثلا نجوا با هم دارن از سازهای ایرانی استفاده میکنن، یه سری هیپ هاپ ایرانی داریم، یه
هویت ایرانی داره بهش داده میشه، یه قسمت از هیپ هاپ که هیچ جای دنیا نیست، مثل به هر حال شعرهایی که دارن علی سورنا و خیلی های دیگه، و این مختص هیپ هاپ ما و جای دیگه نیست شعرهای انقدر غنی و این داستان ها. و خب دور دیگه اگه یکی بیاد بگه که آقا مثلا تو چیکار کردی، مثلا یه جور مثلا نسل جدیدتر بگیره رود، معلومه خودت هم میگی و این احترام باید جا بیفته که آقا یادمون باشه فلانی چیکار کرد، بیساری چیکار کرد. و من فکر میکنم مشکلی که هست اینه که اکثر بچه‌ها چه اون قدیمی ها چه این جدیدا کل رپ فارس رو دنبال نمیکنن، زیاد تو مارکت نیستن که آقا خیلی وقت نمیدونن آقا این آرتیست جدیده چیکار کرده، اون یکی چیکار کرده، که بالایی ها مجبور میشن یه چیز بگن، پایینی ها هم یه چیز میگن. اگه همو درست دنبال کنن و به هم احترام بذارن، میبینن که کی چیکار کرده و این مرزها درست‌تر انجام میشه. مطلب دیگه که هست، خیلی ها میگن آقا مثلا فدایی رو اسم هیچکس روشه هیچکس آورد، بیساری مثلا اسم این روشه این آورد، این کاملا غلطه. اگه فدایی خوب نبود هیچ‌وقت هیچکس نمیآوردش، و این نامردی اگه شما اسم اونو بذارید. اگه شای خوب نبود حسین نمیآوردش، اگه بچه‌های وانتونز خوب نبودن زد بازی حمایت نمی‌کردش، و و و و خیلی های دیگه. و اینکه اسم اونو میذارید میگین گنده شده غلطه. یه مطلب دیگه، وقتی میبینید مثلا میگن فلانی با دیس کردن بیساری بزرگ شده، اینم غلطه. چرا؟ چون آقا من دیسترکو میدم، مثلا من میام یه دیسترک میدم به شخص بزرگ، اگه کار من خوب نباشه این که شنیده نمیشه، نهایت میاد یارو میبینه ببینم چی گفته، میاد مثلا 30 ثانیه گوش میده حالش به هم میخوره میره. اما اگه کارمو درست انجام بدم طرفی که واه ایول دنبال میکنه، پس این خوب بودن کار مهمه، نه اون مسخره بازی های پشتش. و این چیزی بود که میخواستم بگم، یعنی دعا میکنم که این جا بیفته تو مخاطبا که هم استعدادها اینجوری نسوزن و هم استعدادها کارشون رو یاد بگیرن و بیان بالاتر و نسل بهتری داشته باشیم. الان هم بچه های بالی دارن میان، مثل به هر حال پویان اردلان، مثل یادم رفته هش و اینا، خیلی باحالن. امیدواریم که به هر حال رپ هر روز پیشرفت کنه. این بود از رپ حواشی امروز. یه صحبت دیگه باز ولی پیش اومد، خیلی ها به من میگن آقا فلانی ازت حمایت کرد، بیساری ازت حمایت کرد، تو دیگه نباید اینو نقد کنی. از اون برم ما میایم یکی نقد میکنیم میگن تو زدشی. اول از همه دم اونایی که گرم که منو حمایت کردن، علیرضا جی جی، تیک تاک اس آر یعنی همون کچی بیتس، و جیدال، سیناسایی، خیلی های دیگه که خیلی، یعنی ببخش اگه اسمو یادم نمیاد، حرف زدیم با هم، خیلی کمک هم کردن، حالا پروموت کردن کوروش وانتونز، بهزاد لیتو و خیلی های دیگه، بهم حال دادن، کلی چیز بهم یاد دادن اینا. خب اینا از این من خوششون اومد که من بی‌طرفم. اگه قرار بشه من طرف خودشو میگرفتم از اول، یا قرار بشه از این بعد طرفشو بگیرم، خب حمایت اونم از دست میدم. بعضی وقتا من خب شاید طرفدار یکی باشم، توی برنامه نمیتونم طرفدار اون باشم. طرف میاد یه حرفی میزنه، من میبینم که آقا این یکم قمپوزه، من با فکت اونو میگم، و همین باعث میشه که بعضیا خیلی حرفا رو نزنن الک. و اوکی، مثلا من یادم وقتی با جی جی مصاحبه کردیم، توی مثلا یک ماه بعدش یه برنامه بود، یه انتقادی ازش کردم که گفتم خب تو که میگی اینا خوب نیستن و فلان اینا، چرا دیگه جوابشون رو میدی بهشون میپردازی؟ که خیلی گفتم اوه تو نه نشناسی فلان و اینا. دمشون گرم، من یادم نمیره چه حمایتایی کردن و چه حالایی دادن. و اما دیگه اینجوری هم نمیشه که مثلا من بشم مثلا نوچه طرف یا نوچه بقیه. حالا اینجا جی جی رو میگم چون خیلی ها میگفتن، حالا بعدش جیدال و کوروش و اینا هم بودن که مثلا آقا این اومده باید مصاحبه کرده نمیتونه نقدش کنه. خب یعنی چی؟ من اینجا وایستادم رو که حرفامو میزنم، با فکت هم حرفامو میزنم، اگه جای اشتباه گفتم چیزی گفتم اون موقع چا میتونید بیاید بگید، نه که آقا چرا از این نقد میکنی، چرا اونی که با مثلا حمایتت کردن نقد نمیکنی. من رو حرفامو میگم، اونا هم از همین من خوششون اومده که دارن به هر حال یه کسی بی‌طرف رو که داره حرفاشو میگه، و اونا هم بر همین من حمایت کنن. اگه قرار باشه روز اینجوری نباشه، خب حمایت اونا رو از دست میدادن. این بود صحبتی که داشتم. کاش بودسازی نکنیم، طرفدار هر کی هستیم، اون بعضی جاها اشتباه میکنه، بعضی جاها سوتی میده، بعضی جاها به هر حال انسانه. این از این، دیگه صحبت دیگه باقی نمیمونه. چقدر تو این ویدیو نکته گفتیم، امیدوارم که حالتون تو خوب عالی و بم باشه. صحبت دیگه باقی نمیمونه، تا ویدیو بعدی، سی یو سون.